در صف مقدم مبارزه از آرامش و صلح در کشور و از آزادی و استقلال وطن به طور مستقلانه دفاع و پاسداری خواهند کرد و به هیچ نیروی اهریمنی و جنگ افروز اجازه نخواهند داد تا بر حریم مقدس خانه مشترک ما افغانستان حمله و تجاوز روا دارند. دکتر نجیب الله، آخرین رئیس جمهور دولت تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان، کسی که در مقایسه با سایر رئیس جمهوران آن وقت هواداران بیشتر داشت. او یک سیاستمدار آرمانگرا، دوراندیش و قدرتمند بود. با اینکه نفوذ بیشتر در میان مردم داشت، اما سرنوشت او را از زندان تا سقوط و سرانجام به اعدام کشانید. در این پروفایل زندگی دکتر نجیب الله را به بحث می‌گیرم. همراهی من کنید. دکتر نجیب الله در سال 1326 خورشیدی در کابل به دنیا آمد. در 1340 خورشیدی از لیسه حبیبیه کابل فارغ شد و در سال 1354 از دانشگاه کابل در رشته پزشکی گواهینامه گرفت. او در 1344 به حزب دموکراتیک خلق پیوست و به زودی در میان اعضای حزب در دانشگاه و فرد شناخته شده تبدیل شد و با پیشرفت سری در تشکیلات سازمانی به زودی در حلقه افراد بسیار نزدیک به ببرک کارمل رهبر بخش جناح پرچم حزب درآمد. دولت ظاهرشاهی زمانی که نجیب الله هنوز دانشجوی دانشگاه کابل بود او را دو بار زندانی کرد. رژیم کودتایی او را در ماه سرطان 1357 به سفارت افغانستان در تهران فرستاد، ولی دیر در مقام سفارت نماند و به کشور فرا خوانده شد. دکتر نجیب الله برای مدت به مسکو رفت و در جدی 1358 با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق به کشور بازگشت. چی میکنن در سرزمین مایی بیگانه ها که آمدن؟ میگن برای اسلام جهاد میکنیم. و برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن؟ او به ریاست سازمان نیرومند اطلاعاتی دولت تحت حمایت شوروی موسوم به خدمات امنیت دولتی یا خاد رسید. شکنجه و کشتار جمعی مخالفان دولت خود را به دستگاه بدنام و نجیب را به قصاب کابل معروف ساخت، وقتی که او سیاست آشتی ملی را برای مصالحه با مخالفان به ویژه گروه های مجاهدین اعلام کرد، مخالفان نپذیرفتند که او واقعا تغییر کرده است. اگر ما افراطیون را، اگر مخالفین را به امر صلح دعوت کردیم که دیگر دست با خون ریزی مردم بیگناه نزنند، برای آن بوده است که ما در برابر تاریخ، مردم و کشور خیش مسئولیت داشتیم. نجیب الله جرگه بزرگ را در 1366 برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدید را به تصویب رساند. در این قانون اساسی آزادی‌های زیاد برای شهروندان کشور از جمله آزادی رسانه‌ها و تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد. خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان در 26 دلو 1367 و کودتای نافرجام شهنواز تنی وزیر دفاع دولت نجیب الله در 16 دلو 1368 از مهمترین رویدادهای نظامی دوره ریاست جمهوری او شمرده می شود. دکتر نجیب الله با خروج نیروهای شوروی از افغانستان با سخنرانی‌های مردم پسند خود از طریق رادیو تلویزیون دولتی با لحن صمیمانه و خودمانی تلاش کرد سیاست آشتی جویانه خود را توسعه دهد. جنگ بالای کرسی ها و چوکی هاست. در روز اولی که ما مصالحه را اعلان کردم، ما گفتم جنگ بالای چوکی ها نیست، ما حاضر هستم. قول دادم به ملت افغانستان که نه تنها از کرسی و مقام در صورتی که صلح تامین شود، بلکه از جان خود هم میگذرم. مجاهدین در 1368 خورشیدی عملیات بزرگ را به هدف سقوط دولت نجیب الله در جلال آباد در شرق افغانستان آغاز کردند، ولی این عملیات با شکست سخت مواجه شد. با این همه نجیب الله به ادامه سیاست آشتی ملی خود، تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری انتخابات را پذیرفت، اما اختلافات درونی در سالهای آخر حکومتش او را در آستانه سقوط قرار داد.
دولت نجیب الله با مخالفت جنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان عمده شعبه نظامیان طرفدار دولت نجیب الله در شمال افغانستان با فروپاشی حتمی مواجه شد. نجیب الله در نخستین ماه 1371 خورشیدی تصمیم به کنارگیری از قدرت و خروج پنهانی از کشور گرفت، اما سربازان تحت امر جنرال دوستم در فرودگاه کابل مانع خروج او از کشور شدند. او به دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل پناه برد و حدود 5 سال در آنجا ماند. بگذاریم در شرایط چنین دشوار کشور ما کسی هم پیدا شود که با آواز رسا بگوید که به خاطر خدمتگزاری به مردم و به خاطر تامین سال در کشور که دیگه عشق یتیمان دیده نشه، که دیگه زندگی خوشبخت و آرام برای مردم افغانستان تامین شود، ما از کرسی ها و چوکی ها و از مقام ها تیر استیم. طالبان به محض ورود به شهر کابل، نجیب الله و برادرش جنرال احمد زی را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کردند و در 4 راه آریانا به پایه برق آویختند. طالبان جسدهای آنان را در همانجا گذاشتند تا همه کسانی که از آنجا می گذشتند ببینند. دکتر نجیب الله قبل از اینکه به آرمانهایش که یکی از آنان انتقال قدرت به یک اداره مورد توافق همه افغانها بود برسد، کشته شد. از آن روز به بعد افغانستان زیر سایه دود و بارود می سوزد و تنها چیزی که از نجیب به یادگار مانده لقب او به عنوان قهرمان و هوادارانی که می خواهند در راه نجیب بروند. یا که فضاگرد کائنات شویم که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است، برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش خفته مایه ننگ است. هوای کشور افغان و روح سرکش تو، هوای سرکش کشور من و روح سرکش تو، دو پاسبان نبرد و دو سنگر جنگ است.